مفهوم پادشکنندگی در جای جای زندگی ما وجود داره، منتها تا الان خودمون متوجهش نبودیم. برخلاف مفهوم شکنندگی، پادشکنندگی رو در هیچ وسیله ساخت دست بشر نمیتونیم ببینیم. در واقع این مفهوم بیشتر روی فرایندها اثر میذاره. جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای که سرکوب میشن، بدنی که در مقابل تمرینات سخت و طاقت فرسا قرار میگیره و شکست‌هایی که در زندگی تجربه میکنیم، همگی در یک نقطه با هم اشتراک دارن. همه این اتفاقات در دسته پادشکننده قرار میگیرن. یعنی درست مثل همون مثال آتیش و باد، نه تنها در برابر شک و موقعیت سخت ضعیف‌تر نمیشن، بلکه قوی‌تر میشن و شعله‌ورتر میشن. به همین ترتیب